ছবিটা এক به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین سنف هفتم به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک در خدمت شما عزیزان هستیم شاگردای عزیز در جلسه قبل ما فصل دوم شروع کردیم با هم دیگه قوه را تعریف کردیم خب قوه اگه یادتان باشد تعریفش به با این صورت بود که چی؟ تأثیری که باعث تغییر در یک جسم شود حالا این تاثیراتی که قوه میتونست بر جسم بگذاره رو با هم دیگه بررسی کردیم دیگه اولین تاثیر چی بود باعث میشد که جسم ساکن ما متحرک شود سعی دومی رو شما بگید باعث میشد که جسم متحرک ساکن شود یعنی عکس حالت قبلی خب دیگه چی تاثیراتی داشت باعث میشد که سرعت جسم تغییر کنه حالا سرعت جسم یا کم میشد یا زیاد میشد دیگه چی بود یادتان هست باعث می که شکل یک جسم تغییر کنه یا جهت یک جسم تغییر کنه این مطالبی بود که در جلسه قبل با هم یاد گرفتیم یک نکته دیگر هم گفتیم واحد اندازه گیری قوت چی بود؟ آفرین بر شما شاگردای عزیز واحدش نیوتن بود دیگه یک واحد دیگه هم گفتیم آفرین واحد داین بود که داین کوچکتر از نیوتن بود گفتیم در سنف بعد با تبدیل اینها به هم دیگه آشنا میشیم اما در این جلسه شاگردای عزیز یعنی جلسه چهارم که قرار داریم قصد داریم چی مطالب را با همدیگه مرور کنیم قبل از اینکه وارد جلسه چهارم شویم شما اگر سوالی پیشنهادی دارید به شماره 2964 780 255 سزده برای ما روان کنید خب در جلسه چهارم قصد داریم که با قوه سنج آشنا بشیم قانون هوک یاد بگیریم و خصوصیت ویکتوری قوه را با همدیگه بررسی کنیم پس با ما در این جلسه همراه باشید خب شایدهای عزیز و نازنین ما وقتی که میخوایم یک پول بسازیم برای این که مقاومت و پایداری از این پول بررسی کنیم بی سنجیم که مترهای سنگین وقتی مترها از روی ازی رد میشن این پول ریزش نکنه باید قوه هایی که بر این پول وارد میشه باید با هم دیگه بی سنجیم گیری کنیم دیگه سعیسته به این منظور ما برای اندازگیری قوه شاگرده عزیز از یک وسیله استفاده میکنیم به نام قوه سنج پس قوه سنج چی وسیله و یک وسیله که قوه هایی که به صورت فشاری یا کشیشی بر یک جسم وارد میشه را اندازه گیری میکنه قوه سنج انواع و اقسام مختلفی داره که ساده ترین نوع قوه سنج در ساختش ما از فنر استفاده میکنیم پس ما با قوه سنج آشنا شدیم یک وسیلهیه که قوه های فشاری و کشیشی که بر یک جسم وارد میشه را اندازه گیری میکنه خب شاید عزیز یک سوال به عنوان کار خانگی بر شما در نظر گرفتیم ما گفتیم برای اینکه پایداری و مقاومت یک پول اندازه گیری کنیم تا این پول ریزش نکنه باید قواه های وارد بر از با قوه سنجهایی هایی که مخصوص و کار هسته اندازه گیری کنیم حالا شما به عنوان یک کار خانگی چند مثال دیگه مثال های ساده مثال های که دور برتان چند مثال از کاربردهای قواسنج در زندگی روزمره را برای ما تهیه کنید و به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید اما میریم سراغ بحث بعدی ما گفتیم که در ساخت قواسنج ها از فنر استفاده میشه دیگه قواسنج هایی که ساده هستن به این منظور ما یک قانونی را باید یاد بگیریم به نام قانون هوک که آقای رابرت هوک فیزیکدان انگلیسی قانون کشف کردن خب این قانون چی میگه شاگرد عزیز خب توجه کنید میگه که اندازه کشیدگی یا فشردگی یک فنر با قوهی که با او فنر وارد میشه متناسبه یعنی چی؟ یه تحلیل کنیم با هم دیگه یعنی که اگر شما قوه F به یک فنر وارد کنید و این به اندازه X کشیده شود و شما در ادامه قوه را به دو F تغییر بدین یعنی چی؟ یعنی قوه را دو برابر کنید کشیدگی فنر شما هم دو برابر میشه پس قانون ها کمیره میگه اندازه کشیدگی یا فشردگی فنر با قوهی که بعضو وارد میشه متناسبه چند تا مثال با هم بزنیم که این قانون بهتر درک کنیم پس میریم سمت تخت سیاه به تخته نگاه کنیم مثال‌ها رو با هم دیگه حل میکنیم سوال ایه ای که گفته قوه ده نیوتن فنر رو به اندازه سه سانتیمتر کش میکنه قوه 20 نیوتن فنر رو به چه اندازه میکشه خب این سوال با هم دیگه بینویسیم خب توجه کنید میگیم که قوه رو ما در جلسه قبل به شما گفتیم با چی نشان میدادیم با F نمایش میدادیم دیگه خب میگیم که قوه 10 نیوتن الان به ما گفته 10 نیوتن سهیسته؟ فنر را به اندازه 3 سانتی متر کش میکنه تغییر طول فنر را با x نمایش میدیم میگیم که 3 سانتی متر کش میکنه حالا در ادامه گفته قوی 20 نیوتن یعنی شما قوه را از 10 نیوتن به 20 نیوتن تغییر دادید حالا فنر شما به چه اندازه کشیده میشه اینجا علامت سوال قرار میدیم خب وقتی میخوایم می این سوال حل میکنیم یاد قانون حکم میفتیم قانون حکم چی میگفت؟ اندازه کشیدگی یا فشردگی یک فنر با قوه وارد بر فنر متناسبه خب اول قوه ما ده نیوتن بده بعد قوه به 20 نیوتن تغییر پیدا کرده اگر شما نگاه کنید قوه شما ضرب داره دو شده دیگه خب قوه دو برابر شده پس کشیدگی هم طبق قانون حکم دو برابر میشه دیگه پس اگه ما سرم ضرب در دو کنیم شاگرد عزیز این برابر با 6 سانتی متر میشه اینم از جواب این سوال ما خب شاگرد عزیز سوال بعدی رو با هم دیگه میخوانیم باز میریم پای تخت سیاه اینا حل میکنیم سوال چی گفته گفته وزنه به کتله 20 گرام فنر را به فنری آویزان میکنیم و فنر 10 سانتی متر کشیده میشه در صورت که وزنه های زیر را به آن بیاویزیم تغییر طول فنر را در هر حالت دریافت کنید خب حالت اول گفته چل گرام دوم سی گرام و حالت سوم هم گفته ده گرام دیگه سیسته خب این سوال هم با هم دیگه روی تخت سیاه حل کنیم تا بهتر قانون حکم متوجه بشیم خب وزنه اولی که ما آویزان کردیم به فنر شاگر عزیز 20 گرام بوده این وزنه اولی ما بودن خب فنر ده سانتیمتر کشیدن میشه ده سانتیمتر سعیسته؟ خب حالت بعدی در حالت بعدی گفته که چهل گرام ما آویزان میکنیم این میشه؟ چهل گرام خب تغییر طول فنر رو گفته حساب کنید طبق قانون حکم نگاه میکنیم که قوه ما دو برابر شده در واقع وزن ای ما دو برابر شده دیگه همون قوه 20 ضرب در دو شده پس تغییر طول فنر هم باید دو برابر شده دیگه صحیح پس این هم اگه ضرب در دو کنید برابر با 20 سانتی متر میشه حالت بعدی گفته 30 گرم خب 30 گرم هم می نویسیم خب شما نسبت به حالت اول اگه مقایسه کنید شاگردای عزیز 20 گرم شده 30 گرم یعنی یک اشاری پنج برابر شده دیگه سیسته پس ما باید 10 سانتی یک اشاره 5 برابر کنیم طبق قانون حک اگه شما 10 را ضرب در یک اشاره 5 کنید برابر با 15 سانتی متر میشه حالت بعدی گفته 10 گرام خب ایره به عنوان کار خانگی و شما واگذار کنیم که اگر وزنه ما از 20 گرام به 10 گرام تغییر پیدا کنه تغییر طول فنر را شما شاگردای عزیز برای ما محاسبه میکنید و به شما رایی که قبلا به شما اعلام کردیم برای ما روان میکنید اما میریم سراغ بحث بعدی شما به شکل نگاه کنید میگیم که در کدام حالت یک سواله میخوایم طبقه سواد بریم وارد بحث بعدی شویم میگیم که در کدام حالت کتاب هایی که روی میز هستن شما در تصویرم مشاهده میکنید شروع به حرکت میکنن در حالت الف شما اگر نگاه کنید ما یک قوه را به صورت عمودی به این کتاب ها وارد میکنیم روی میز کتاب ها رو در واقع فشار میدیم آیا کتاب ها حرکت میکنن؟ شروع به حرکت میکنن؟ خیر در حالت ب نگاه کنید در حالت ب شاگردای عزیز ما یک قوه به صورت افقی به کتاب ها وارد کردیم در این حالت با کمترین قوه که شما وارد میکنید این کتاب ها شروع به حرکت میکنه طبق این سوال میخواهیم که یک موضوع را با همدیگه بررسی کنیم اون موضوع که کمیت ها را ما از یک دیدگاه به دو دسته تقسیم میکنیم یک کمیت هایی که اسکالر هستند و دو کمیت های هم که ویکتورین ایرا این شما در ریاضی هم یاد میگیرین خب اما اینا چی تفاوت های با هم دیگه دارن کمیت های اسکالر کمیت هایی که فقط مقدار دارن مثل چی؟ مثل درجه حرارت مثلا میگیم کابل سی درجه سانتیگراد. سیست فقط مقدار داره یا طول یک میز یک متر فقط مقدار داره یا کتله یک جسم پنج کیلوگرام فقط مقدار داره اما کمیت های ویکتوری کمیت هستند که علاوه بر مقدار جهت هم دارن سعیسته؟ خب به تخت سیان نگاه کنید های عزیز ما کمیت های ویکتوری را توسط یک ویکتور به این صورت نمایش میدیم میگیم نقطه A نقطه مبدع ویکتور ما هسته و نقطه B هم نقطه انجام ما هستن. و فاصله بین A تا B اندازه وکتور نمایش میده برای ما و این فلشی که اینجا وجود داره این جهت وکتور الان وکتور ما به سمت شرق دیگه یا یک وکتور اگه به این صورت داشته باشیم وکتور ما به سمت شمال یا یک وکتور اگه به این صورت داشته باشیم وکتور ما به سمت جنوب غربی هست دیگه سعیست پس این فلش ما جهت وکتور برای ما نمایش میده پس ما کمیت های اسکالر و وکتوری رو با هم دیگه یاد گرفتیم طبق مطالبی که ما گفتیم طبق اون مثالی که در رابطه با کتاب ها زدیم که کتاب در کدام حالت شروع به حرکت میکنه طبق تعریفی که کردیم از کمیت که کمیت ها یا اسکالران یا ویکتوری قصد داریم که به این نکته برسیم که آیا قوه یک کمیت ویکتوری یا یک کمیت اسکالر کدام شاگرده عزیز به نظر شما آفرین قوه یک کمیت ویکتوری است؟ که در واقع اثری که قوه بر روی اجسام میگذاره علاوه بر مقدار به جهد و امتداد از او هم بستگی داره پس ما یاد گرفتیم که قوه یک کمیت وکتوری است خب یک سوال با هم ببینیم گفته جای خالی را پر کنید شما این سوال نگاه کنید سه تا وکتور داریم وکتور سیاه رنگ سرخ رنگ و وکتوری که به صورت آبی رنگ هست. خب این سوال با هم دیگر روی تخت سیاه حل میکنیم جاهای خالی را پر کنیم خب شاید عزیز وکتوری که به صورت سیاه رنگ برای شما رسم کرده بودیم به این صورت بود خب زیرش نوشته که قوه نقطه چین نیوتن در جهت نقطه چین خب این جای خالی رو که میخوایم پر کنیم میبینیم که قوه ما چند نیوتن 15 نیوتن آفرین پانزه نیوتن جهتش کدام سمته؟ شما اگه جهت ها را قبلا یاد گرفتید دیگه بلدید این جهت ها را شما میدانید که این جهت شمال هسته غرب جهت شرق و این جهت هم که جهت جنوب هسته دیگه سیسته؟ خب این قوه را اگه شما نگاه کنید به این سمت یعنی به سمت شمال شرقی دیگه پس اینجا می در جهت شمال شرقی صحیح شد؟ خب قوه بعدی را که قوه آبی رنگ بود به این صورت رسم کرده 11 نیوتن خب این را همین جوری قوه ما 11 نیوتن در جهت شمال است خب قوه که به صورت سرخ رنگ برای شما رسم کرده بودیم به این صورت بود دیگه 28 نیوتن بود دیگه سیستا خب این قوه 28 نیوتن در جهت جنوب غربی بر یک جسم وارد شده پس شاگردای عزیز و نازنین ما یاد گرفتیم که قوه یک کمیت وکتوری است دیگه نه یک کمیت اسکالر چرا کمیت وکتوریه چون علاوه بر اینکه مقدار داره دارای جهت و خط اثر هم هسته خب درس امروز ما به پایان رسید ما در این جلسه در رابطه با قوه سنج صحبت کردیم در رابطه با خصوصیت وکتوری قوه و قانون ها که با هم دیگه یاد گرفتیم اگر سوالی دارید یا پیشنهادی دارید به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم خدا نگهدارتان